در ادامه بررسی یاران آیت الله خامنه ای، حجت الاسلام عبدالحسین معزی شاید یکی از معدود روحانیونی بود که با سابقه سیاسی مشخص و شناسنامه دار وارد حلقه دفتر رهبری شد. معزی از اعضای جامعه روحانیت مبارز تهران بود است و تا قبل از ورودش به این مجموعه خود و تشکل مطبوعش زاویه و اختلافات بسیاری با آیت الله خامنه ای داشتند. بسیاری ورود معزی به این مجموعه را به اشاره و سفارش هاشمی رفسنجانی می دانند. معزی به محض ورودش به دفتر رهبری مسئولیت هماهنگ نمودن تشکل‌های سیاسی در هر دو جناح چپ و راست سنتی کشور با رهبر تازه انتخاب شده را بر عهده گرفت و به نحوی در صدد گرفتن رأی اعتماد از هر دو جناح کشور در آن زمان برای آیت الله خامنه ای بود. معزی علی‌رغم آنکه همچنان در رسانه‌ها عضو دفتر رهبری خوانده می‌شود، اما پس از یک دهه فعالیت در مجموعه رهبری دچار اختلاف با بسیاری از چهره‌های تازه وارد به دفتر رهبری گردید تا اینکه چاره را در آن دید تا دوستانه به حاشیه برود و این شد که با عنوان ریاست مرکز اسلامی انگلستان از بیت رهبری دور شد. شاید ورود معزی به این حلقه و شاید هم ارتباط خیشاوندی برادر آیت الله خامنه ای سید محمد با مهدی رفیعا که در این حال برادر همسر معزی بود باعث شد تا وی نیز از جمله اولین هایی باشد که به دفتر رهبری وارد شود و مسئولیت دفتر فرهنگی را بر عهده بگیرد، سمتی که تا به امروز پا بر جاست. اما آیت الله خامنه ای تا سال 1369 هنوز دفتر رهبری داشت تا اینکه رفته رفته بحث مرجعیت وی مطرح گردید. پس از آنکه برای اولین بار در پوسترهایی که به مناسبت ورود آزادگان به ایران منتشر شده بود و بیعت آزادگان در بیت رهبری عنوان آن پوسترها بود، آرام آرام لفظ بیت رهبری در حال جا انداخته شدن در کشور شد. ما نصرت الهی رو دیدیم، کمک الهی رو دیدیم. یکیش همین آمدن اسرا بود. ما حدود 50,000 اسیر پیشه عراق داشتیم، 50,000. او هم یه خورده کمتر از این در همین حدودا اسیر دست ما داشت. منتها فرقش این بود که اسیرهایی که او پیش ما داشت همه نظامی بودن، اسیرهایی که ما پیش او داشتیم خیلیشون غیر نظامی بودن. تو همین بیابونا مردم رو جمع کرده بودن برده بودن. من وقتی که جنگ تمام شد به نظرم رسید که پس گرفتن این اسیرها از صدام احتمالاً 30 سال طول میکشه. صدام طبیعتش خیلی طبیعت پست دنی ای بود. آدمای پست و دنی هر جا احساس قدرت بکنن اونچنان منتفخ میشن که باشون اصلا نمیشه هیچ مبادله کرد. هیچ 30 سال من میگفتم اسرا طول میکشه. خدای متعال یک صحنه ای درست کرد. این احمق قضیه حملش به کویت پیش آمد، احساس کرد که اگر بخواد با کویت به جنگه، که البته جنگش با کویت به قصد تصرف کامل کویت بود، این احتیاج داره به اینکه ایران از ایران خاطرش جمع بشه. اینم با بودن اسرا امکان پذیر نیست. اول نامه نوشت به رئیس جمهور وقت و به نحوی به بنده و اینها، چون از این طرف جواب درستی نگرفت بنا کرد اسرا رو خودش آزاد کردن که دیگه اونایی که یادشونه یادشون هست دیگه. یهو خبر شدیم که اسرا از مرز دارن میان، همطور پشت سر هم گروه گروه آمدن تا تمام شد. اما معزی تنها فردی نبود که هاشمی به دفتر تازه تأسیس رهبری فرستاد. برای درک بهتر آن روزها باید گوشه هایی از کتاب کارنامه خاطرات بازسازی و سازندگی هاشمی رفسنجانی را مرور کرد که به سالهای 1367 و 1368 مربوط است. شاید مهمترین بخش این کتاب آنجایی باشد که هاشمی رفسنجانی به روزهای ابتدایی رهبری آیت الله خامنه ای اشاره می کند. به عنوان مثال، وقایع روز 14 خرداد که در صبح آن روز علی خامنه ای به عنوان رئیس جمهور وارد مجلس خبرگان رهبری می شود
و عصر همان روز به کمک آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان دومین رهبر جمهوری اسلامی از آن مجلس پا به بیرون می‌گذارد. به دفتر آمدم. بعضی از رادیکال‌ها مخالفت دارند. آیت الله خامنه‌ای آمدند. برای شیوه انجام وظایف رهبری با هم صحبت کردیم. قرار شد احکام انتصابات امام را ایشان تعیین کنند و قرار شد به صدا و سیما هم بگویم بهای لازم را به موضوع بدهند. تصمیمات مهمی با هم گرفتیم. خیلی متشکر. بفرمایید. اولا از خبرگان منتخب مردم به خاطر حسن ظنی که به این بنده حقیر ابراز داشتند و مسئولیت بزرگ و سنگینی رو بر دوش من نهادند تشکر می کنم. از آحاد ملت بزرگ ایران و گروه‌های پرشور و وفادار که در طول این مدت به عنوان بیعت و اعلام وفاداری با پیام، با حضور، با پیاده‌روی، با تومار و غیره تأیید و حمایت خودشون رو اعلام داشتند صمیمانه و با همه وجود تشکر می‌کنم. هاشمی رفسنجانی پس از انتخاب آیت الله خامنه‌ای به رهبری همچون استادی دلسوز شاگرد خود را رها نمی کند و حتی بر بیانیه های آیت الله خامنه‌ای هم نظارت داشته و گاه تذکراتی را به رهبر جدید گوشزد می کرده. ظهر بیانیه آیت الله خامنه‌ای را مطالعه کردم. برای مشورت فرستاده بودند. خوب است. چند تذکر دادم. اولین بیانیه پس از انتخاب به رهبری است. هاشمی رفسنجانی حتی 3 روز پس از انتخاب آیت الله خامنه‌ای به سمت رهبری جمهوری اسلامی به علی اکبر ناطق نوری و حسن روحانی که پیشنهادهایی برای دفتر رهبری داشتند گفته ایشان آمادگی دارد دفتری تنظیم کند که متکی به جریان خاصی نباشد و حالت جامعیت داشته باشد. اما عمده‌ترین نگرانی هاشمی رفسنجانی از بابت مخالفان آقای خامنه‌ای در حوزه‌ها و بین مراجع بوده و آنطوری که در کتاب خاطراتش میگوید تلاش کرده تا هم از استاد سالهای دورش آیت الله منتظری و هم از آیت الله محمد رضا گلپایگانی مرجع تقلید وقت و اولین نامزد مطرح شده برای جانشینی آیت الله خمینی برای رهبر تازه تاییدیه بگیرد. روزی در جمع یاران به بهشتی گفتم این تهمتهای تلخ آزارت نمی دهد. نگاهم کرد و گفت این آسیاب به نوبت است، نوبت تو هم خواهد رسید. چقدر این روزها بی شما سخت می گذرد دوستان. من تا نیمه راه آمدم، مشیت این بود که بمانم تا نوبت به من برسد، تا در سنگ زیر و بالای آسیاب صدای شکستنهای خود را بشنوم و بچشم. همین نگرانی هاشمی رفسنجانی بود که وی را بران داشت تا فرد دیگری را نیز به خامنه ای معرفی کند تا به دفتر تازه تأسیس خود وارد شود. احمد مروی. مروی که پیش از انقلاب در مشهد با آیت الله خامنه ای آشنا بوده و به جلسات قرآن آقای خامنه ای در مسجد کرامت نیز می رفته و نیز دوستی دیرینه ای با وی داشته، 2 ماه پس از تشکیل دفتر رهبری وارد آنجا می شود. وظیفه اصلی وی آن بود که در میان حوزه های علمیه کشور و همچنین در بین مراجع مخالفان رهبری را شناسایی نماید و آنها را مجاب و قانع و یا سرکوب نماید و این تلاشی است که از همان روزها تا به حال ادامه داشته است.
به عنوان مثال در سفر آیت الله خامنه‌ای به قم که بعد از انتخابات ریاست جمهوری دوم احمدی نژاد و موضع‌گیری عده‌ای از مراجع علیه او صورت گرفته بود، آقای مروی پیش از آن به قم رفته بود و با عده‌ای از مراجع قم و اساتید عالی رتبه حوزه علمیه قم دیدار کرده و در تلاش بسیاری بود تا آنها را در مراسم استقبال از آیت الله خامنه‌ای شرکت دهد و به ملاقات او برود، امری که انجام نشد. با آیت الله خامنه‌ای عصبانی از قم به تهران برگشت. مسئولین محترم در این شهر اگر در یه چیزی با هم دیگه اختلاف دارن، نباید بگذارن این اختلاف با زندگی مردم تماسی پیدا کند، مردم را دچار مشکل بکند. حالا اینجا من یادداشت کردم دستگاه‌های مختلفی که با هم اختلافاتی دارن که به زندگی مردم ممکنه تماس پیدا کنه، اینها رو دیگه من ذکر نمی کنم، لکن توصیه کلی من این است که همه دست به دست هم بدن، مسئولین دولتی با همکاری هم افزایی به مردم خدمت کنن، مردم هم با پشتیبانی از اونها با این حضور عظیمی که خوشبختانه این مردم همیشه نشون دادن از خودشون، بتوانن کاری را که در این برهه از زمان در این کشور انجام گرفته است، این رو به سرانجام برسانن، فواید اون رو به دنیای اسلام نشان بدهند. پس از این بود که مجدداً مروی و علی طائب که مسئولیت دفتر مرکزی در قم را بر عهده دارد، با حضور در دفاتر مراجع و تهدید آنها تعدادی از آنان را مجاب کردند به آیت الله روی خوش نشان بدهند، و چون این شد که کمتر از یک ماه از سفر اول مجدداً آیت الله به قم رفته و این بار سفری رضایت بخش داشته است. رهبر انقلاب اسلامی پس از استقبال پرشور مردمی بلافاصله به زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها مشرف شدند. پس از نماز و زیارت، جمعی از حضرات آیات، علما، اساتید و فضلای حوزه علمیه قم ورود حضرت آیت الله خامنه ای را به شهر علم و فضیلت خیر مقدم گفتند. در این مراسم آیت الله امینی به نمایندگی از اساتید و علمای بزرگ قم از سفر رهبر انقلاب اسلامی به شهر قم تشکر و ابراز امیدواری کرد این سفر نیز همانند سفر 10 سال قبل منشأ برکات فراوان برای حوزه و مردم این شهر شود. من بهترین و زیباترین تیتری که در طی سالهای متمادی در ذهنم مانده تیتری هست که همین 2 هفته پیش 7-8 روز پیش بود که یکی از روزنامه‌ها برای برای سفر امام خامنه‌ای به قم زده بود، که زده بود غدیر قم. غدیر قم در حقیقت این یک تعبیر بسیار زیبا بود که شبیه غدیر قم مردم قم قیام کردند در استقبال از نائب امام زمان، و این فوق‌العاده زیبا بود. به فاصله بسیار کمی آیت الله خامنه‌ای توانست مجموعه ای را از نهادهای نظامی، انتظامی و امنیتی و دستگاه‌های اداری، مذهبی و فرهنگی کشور گرد هم بیاورد و در این مجموعه بر دستگاه‌های امنیتی تا سپاه و ارتش و مطبوعات و دانشگاه‌ها، همچنین وزارتخانه‌ها نظارت داشته باشد و به زودی در تمامی آنها حوزه نمایندگی ولایت فقیه و دفتر نمایندگی رهبری برپا کند. تا پیش از رهبری آیت الله خامنه ای، مسئولیت حفاظت از مسئولین و شخصیت‌های جمهوری اسلامی شاید مسئولیت تعریف نشده ای بود. به غیر از سپاه جماران که فقط مسئولیت حفاظت از بیت آیت الله خمینی را بر عهده داشت،
یگان شخصیت‌های کمیته انقلاب اسلامی و گردان تشریفات نیروی زمینی ارتش و همچنین اطلاعات سپاه پاسداران عهده‌دار این مأموریت بودند. اما به فاصله کمی از رهبری آیت الله خامنه‌ای، سپاه پاسداران با ایجاد سپاه حفاظت، ابتدا دو یگان سپاه حفاظت ولی امر و سپاه حفاظت انصار را راه اندازی نمود که اولی مأموریت حفاظت از رهبری و دومی حفاظت از سایر مسئولین ارشد جمهوری اسلامی را بر عهده گرفت.